بیش از 180 زندانی بر اساس فرمان عفو ریاست جمهوری از زندان هرات رها شدند. این آزادی به مناسبت 8 ثور سال روز پیروزی مجاهدین نصیب این افراد شده است. مسئولان زندان هرات میگویند که 11 زن نیز در میان این افراد رها شده شامل هستند. حبس این زندانیان کمتر از 5 سال بوده است و بیشتر به جرایم سرقت، حوادث ترافیکی و سایر جرایم سبک محکوم شده بودند. همکارم نصیر احمد صالحی گزارش می‌دهد. به مناسبت 8 ثور سال روز پیروزی مجاهدین، آزادی نصیب این افراد شده است. شمار این زندانیان که به 184 تن می رسد بر اساس فرمان عفو ریاست جمهوری از قید رها شدند. 11 زن نیز در میان این افراد رها شده شامل هستند. مسئولان زندان هرات می گویند که بر اساس این فرمان عفو در جرایم ده‌ها زندانی دیگر نیز تخفیف آمده است. در این فرمان 173 نفر از طبقه ذکور ما رها میشه، طریق 11 نفر از طبقه اوناس از مابس زنانه ما رها میشه و جمله 184 نفر میشه که رها میشه. در همین حال مسئولان سارنوالی استناف هرات میگویند حبس این زندانیان کمتر از 5 سال بوده است و بیشتر به جرایم سرقت، حوادث ترافیکی و سایر جرایم سبک محکوم شده بودند. ما به عنوان مثلا در هرات به عنوان رئیس کمیسیون عفو و تفویض و اعضای کمیسیون مکلفیت ما بی هست که فرمان مقام عالی را باید تطبیق بکنیم و او کسایی که از او بهره مند میشن باید مستفید بشن، کسایی که قابل رهایی هستند باید رها بشن، کسایی که قابل تخفیفن باید تخفیف اجرا بشه در مورد از اون. شماری از این افراد رها شده از آنچه که به خاطر انجام دادن آن راهی زندان شدند پشیمان هستند. آنان از سایر جوانان نیز میخواهند که دست به جرایم نزنند. بعضی جوانان دیگه میگفتن دارن که دست به کار خلاف نزنه که بفهمید با من بس نیست. تو کار وقتی بفهمید کار به دست چیز خلاف دست نزنه بفهمید با من بس هم نمیاد. محکمه اول 4 ماه داد، محکمه دوم 1.5 سال داد، من 7 ماه و چند روز اندیم من بس. هم اکنون نزدیک به 3000 تن در زندان هرات در حبس هستند که شامل مردان، زنان و اطفال میشوند. همه ساله به مناسبت‌های گوناگون صدها زندانی زندان از فرمان‌های عفو ریاست جمهوری بهره‌مند شده و از قید رها می‌گردند.